گروه سیاسی شبکه خبر تقدیم می کند. پایانی بر پایان. مطلوب هم بر شما این است که شما پاتو کفشش نکنید. ما کارای دیگه هم داریم، همه انرژی رو اینجا صرف نکنید. قرار است برویم بجنگیم. منافقین در ادامه مبارزات مسلحانه با نظام در تابستان 1360 تشکیلاتی موسوم به ارتش رهایی را به سرپرستی حرمتی پور و صبوری در جنگل‌های شمال کشور مستقر کردند. دقیقاً موقعی که امریکا آخرین مهره‌های خودش رو از دست میداد و در نهایت بنی صدر رو که از دست داد و با اون طرح بنا داشتن که بالاخره مرکزیتی رو برای هدایت اون حرکت ضد انقلابیشون در خارج به وجود بیارن، با فرار بنی صدر و رجوی و معزی مثلث آغاز شد. با ادله و مدارکی که در دست داریم به این نتیجه رسیدیم که اونها در بیرون یک هدایتی رو داشتن و اینها در درون عملیاتی. طرح این چنین بود که اینها در درون با افراد نفوذی که درون سازمان‌ها و ارگان‌ها دارن یک سری از مهره‌های بالای این نهضت رو بزنن، یه مقدارم مردمی که هوادار این انقلابن و موارد دیگه مثل جنگ، مثل تحریم اقتصادی، مثل کمبودها، عوارضی که طبیعتاً به وجود میاره، طبیعتاً مردم به تنگ میان. و وقتی که به تنگ آمدن، اونها خواهند رسید به اونچه که باید برسند و به قول خودشان و به قول امام یک دولت وجیه المله، یعنی اون چیزی که امریکا خواستش برونه بیارن روی کار. سالهای آغازین دهه 60 اوضاع سیاسی ایران بسیار نامساعد و نگران کننده بود. سازمان مجاهدین که دیگر هیچ رنگ و بویی از اسلام نداشت، برای دست یافتن به قدرت دست به هر کاری می‌زد، ولی چشمان بیدار جامعه خوب به اهداف شوم آنها پی برده بود. پس از اینکه در سال 60 عملاً گروهک منافقین به طور رسمی جنگ مسلحانه رو با نظام انقلاب اسلامی آغاز کرد، تو این منطقه هم از این قاعده مستثنا نبود. فکر می‌کنم که مرداد ماه سال 60 بود، ایام ماه مبارک رمضان هم بود. یکی از نیروها رو که اعدام کرده بودن، طالب سازمان گروهک منافقین بودن، آوردن تا هم منطقه خودمون که اینا رو توی گلزارمون دفن می‌کنه. زمانی که دفن کردن، ما از اون منطقه اومدیم به محل خودمون که اینجا استقرار پیدا بکنیم. بعد مدتی هم که توی جاده وایسادیم به عنوان استوازرسی، نوبت ما شد که بیایم سحری رو بخوریم. آقای عبداللهی بزافی، شهید بزرگوار، آقای رحمتی رو بزافی که از بچهای دیگه اینجا خواب بودن، اتاقشون دربشون بسته بود و بزافی چراغ هم خاموش بودن، اما ماهایی که داشتیم سحری می‌خوردیم توی این اتاق بودیم. آره، و همین اتاقی که آقای آجامپور بزافی، ما 5 نفر دیگه از بچه‌ها که مجموعاً 6 نفر بودیم توی این اتاق بودیم. آره، همین اتاقی که الان دارید مشاهده می‌کنید. زمانی که رفتیم بشقابه خودم بشوریم، بچه بودم دیگه، سالی هم منصرین داشتم، سال سوم رانوایی بودم. پشت همین حصاری که ما الان اینجا هستیم، دیدم که یک مدار سرسدایی هم هست. ترسیدم، آب هم حتی نبستم، اومدم اینجا نشستم، گفتم چایی داری؟ گفت آره. یه چایی میخواستیم بخوریم، زمانی که رفتم چای بخورم، فاصله هم یعنی یک دقیقه هم طول نکشید. یه دفعه دیدیم که 3 نفر از نیروها اومدن وارد اتاق شدن، گفتن دستا بالا. که در حقیقت یعنی ما اینجایی که نشسته بودیم، اون سه نفری که گفتن از این درب وارد شدن، ما پشت به اینها نشسته بودیم، گفتن که بلافاصله گفتن که دست ها بالا، بدون حرکت باشن، که تنها شخصی که استاده بود خود آیه آقاجانپور بوده. دقیقا همینجا ایشون استاده بودن که اون آقایی که کلاش دستش، یعنی یکی کاملا کلاش دستش بود مسلح،
کلاش تاشا هم بود، یکی هم دست به نارنجک زامن، یعنی دستش باقل زامن بود، یکی هم که اونیفرم سپاه پوشیده بود و کاملا به شکل پاسدارا بود، یعنی با خیلی که واقعا بچه های سپاه اومدن. ما بیخیال بودیم، یعنی واقعا انتظار نداشتیم که جز نیروهای گروه که منافقین بودن باشن، تا یکی از اون افرادی که کاملا سرسوره خودشو گرفته بود رو کرد به همین آیه آقاجانپور، گفت که این جزء از اون رهبرهای اینا به حساب میاد. زمان که جزء رهبر اینا به حساب میاد، یکی آقایی که تو دستش کلاش هم بود رو کرد به همین آیه آقاجانپور، دست به ماشه برد و آیه آقاجانپور استاده بود و زمانی که تیر خورد همینجا افتاد. زمانی که افتاد همونطوری که عنوانم کردن، حاضر متوجه شدیم این نیروهایی که اومدن نیروهای گروه که منافقین هستن. ما رو گفتن که به خط وایسیم. زمانی که به صف وایسادیم، یکی از اون نیروهایی که به همراه اونها بود و لباس سپاه هم تو تنش بود، ما واقعا یعنی احساس می‌کردیم بچهای پاسدار هستن، اومد و این قسمت گفت که تو بازم زنده هستی، بعد اینو به پشت خوابوند و بعد رو شونش هم نشست، سه تا سرنیزه جسه رو زد به پشتش و کاملا تکون هم میداد، به این شکل جسه رو میزد به پشتش و یک تکون هم میداد. یعنی ما اونجا وایساده بودیم، تماما اون 5-6 نفر بچه ها همونجا وایساده بودیم نگاه میکردیم. اینم آیه آقاجانپور هم اصلا نه آخی میگفت، فقط میگفت الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر آمریکا. باز رو کردم به همین آیه آقاجانپور، گفتم تو بازم زنده هستی؟ زمان گفتم بازم زنده هستی؟ همیشه این ذکر میگفت الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر آمریکا. با اینکه تیر خورده بود، این سه کلمه رو هرگز فراموش نمیکرد، مدام سر زبونش بود و ما کاملا میشنیدیم. حالا ما اونجا کاملا وایستادیم، داریم این شهید بزرگوار رو که اون لازم شهید نشده بود داشتیم نگاه میکردیم. اینا به دنبال فرمانده اصلی ما که شهید بزرگوار شهید عبداللهی بود میگشتن. آیه عبداللهی توی این اتاق بغلی بود. زمانی که اومدن تو اتاقا داشتن گشت میزدن، آیه عبداللهی به خاطر اینکه ما بچه ها رو همه رو به قول معروف قتل عام نکنن، اومد گفت که شما که به دنبال عبداللهی میگردین، من عبداللهی هستم. آیه عبداللهی چون فهمیده بود که به دنبال او هستم، اون به دو تا از بچه ها میگه شما فرار بکنید برید، نه اگه خواست باشن من رو بگیرن، یه کار بکار شما ها بونست ندارن. زمانی که اینها شنیدن عبداللهی اومدن بیرون، سه نفر اومدن به سمت عبداللهی که عبداللهی رو بگیرن. زمانی که اومدن به سمت عبداللهی که عبداللهی رو بگیرن، ما از این فرصت استفاده کردیم، از همین پنجره ما پریدیم، از همین پنجره پریدیم. اون زمان هم مزاره هم درو نشده بود. زمانی که از سمت اتاق پریدیم به سمت بیرون، نه یک شلیکی کردن که این تیر زمانی که کمانو کرد و به دیوار خورد، به یکی از دست یکی از بچهای ما خوردم، خورد که ایشون هم پاسدار بودن. و بعدن زمانی که داشتیم حرکت می‌کردیم، توی همین مزاره داشتیم حرکت می‌کردیم، بلافاصله یک نارنجی که دیگه هم پرتاب کردن. زمانی که نارنجی رو سمت ما پرتاب کردن، نارنجی خورد به اون قسمت، افتاد اون گوشه، که الان با اینکه چندین سال از این ماجرا میگذره، آثار از ترکش های نارنجک هم در اونجا مشاهده شده، که چند تا از این ترکش های نارنجک هم باز به خود آیه شهید بزرگوار آقاجانپور برخورد کرد. ما زمانی که فرار کردیم از این ماجرا، رفتیم خونه همسایه ها، مجدد اومدیم توی این منطقه که بیان نگاه کنیم چه هست و چه نیست، دیدیم که شهید بزرگوار همونجا هست و هنوز نفس میزنن. بعد گرفتیم ایشونو بردیم در داخل ماشین و حرکت دادیم که زدم بردم بیمارستان، که دیگه کارشون به اتمام رسید و به درجه رفیع شهادت هم نائل اومده بودن. عکسش هم که همینجا اگر شما خواست بشه نگاه کنین، همینجا هم هست، از مرسی گرفتیم آوردیم اینجا. ورزشکار هم بود. جنایات بی‌شرمانه اعضای سازمان در جنگل‌های شمال روی صفاکان تاریخ را سفید کرده است. مردم به پاخواسته ما اون چنان میان توی صحنه که مجاهد دروغین خلق و فدایی از ضد خلق رو اینقدر جالب از خودشان میرانند که اون منافق و اون فدایی در میان خلق دیگه جایی پیدا نمی کنه، میره کجا؟ جنگل، جایی که دیگه از خلق خبری نیست. از ضد انقلاب الان سه جا بیشتر نیست، یکی خارج کشور، بنی صدر، مهزی، بختیار، عناصر دیگه. در درون کشور دو جا بیشتر جا نداره که طبق اطلاع، یکی این که شمال شهرها باقای شمیرانات تهران، آخرین جاشون کجا بود؟ این جنگل، جایی که دیگه از مردم خبری نیست، یک عده جمع شدن و با هم معلوم نیست چه میکن. هدف از انتخاب جنگل برای مبارزه، توهم تقویت روحیه پارتیزانی و نیز استفاده از توده مردم برای مبارزه بود. گرچه حرکتی تعلیم کردن که ما در این حرکتمون
میخوام مثلا یه چیزی کبریتی باشیم که به یک جنگل خشکی میزنیم، یعنی مضمونش به این صورت بده که اینش دور این موقعیت آمول آماده است، شمال آماده است. بعد موقع ما امکانات اینو نداریم که مثلا توی خود شهر برنامه چیز خود نیرومونو بیاریم و اینا، چون سازمان کوچیکی بود و امکانات محدود داشت، گفت که ما نمیتونیم مثلا بیاریم تو شهر و بعد تو شهر این حرکت آقایم مجموعیم تو جنگل. کجا انتخاب کردیم؟ بعد جنگل شما. و همچنین از مجاهدت های رئیس جمهور فعلی کشور ابوالحسن بنی‌صدر اعلام پشتیبانی میکنیم. عجب، معلوم شد شما در کدوم مایه هستید. بنی‌صدری که شما نوشید مجاهدت های بنی‌صدر، آیا با لباس زنان فرار کردن اینو میگید مجاهدت؟ همگام با امریکا بودن، هم پیاله بنی‌صدر، هم پیاله با رجوی بودن رو میگید مجاهدت؟ خب مایه شما مشخص، این اعلامی رسمی بود که داده بودن. حالا دیگه نمونه های رها کردن مواضع سازمان یکی و دوتا نیست. الان در اینجا حتی عناصر مرکزیت و کادرهای گروهکان وقتی میان اینجا در مقابل برخوردهای مدللی که میبینن و در مقابل برخوردهای اخلاقی و رفتارهای صحیحی که از برادران پاسدار میبینن، ناچارن از گذشته خودشون پشیمون میشن و توبه میکنن. در اینجا برادران پاسدار واسه ما سوالات مطرح میکنن که حتی بالاترین افراد تشکیلات هم قادر به پاسخگویی صحیح به آن نیستن. به عنوان نمونه از خود رجوی بپرسین این چه حکومت ضد خلقیه که نه تنها شما، نه تنها اعضای بالاتون، بلکه حتی سمپاتهای پایینتونم از ترس اینکه مبادا مردم اونا رو لو بدن توان موندن در این کشور رو پیدا نمیکنید و همگی دست به فرار به خارج کشور میزنید. از رجوی بپرسین این چه حکومت ضد خلقیه که این همه مردم با جون و دل خودشون، با خون خودشون از اون حمایت و پاسداری میکنن. مطمئنن رجوی و مسئولین بالای تشکیلاتی هم جواب واسه این سوالات نخواهند داشت و اگه شما بپرسین با برخوردهای قدرت طلبانه تشکیلاتیشون که به خوبی شناخته شده و تهمت زدن و مارک زدن، سعی میکنن به شکلی در دهن سوال کننده رو ببندن، ولی در حقیقت هیچ پاسخ درستی واسه این سوالات ندارن. بی‌دلیل نیست که اون زمانم که ما در رابطه با تشکیلات بودیم، سازمان برخورد نیروهای تشکیلاتیشو با افراد حزب اللهی و عناصر هوادار سیستم ممنوع کرده بود، چون میترسید از همون اول رسوا بشه و دیگه هواداری واسش نمونه و نیروهاشو از دست بده. اینا نشون میده که فقط اسم مجاهدین خلق رو روی خودشون گذاشته بودن، اما اون چه که به فکرش نبودن خلق بود، صرفا در خدمت استکبار و اهداف پلید دشمنان اسلام و خلق بودن. در واقع وگرنه اگر قرار بود در خدمت خلق می بودن، باعث به فکر عمران، آبادانی، مسائل دنیایی و اخروی مردم می بودن. حال اینکه می بینیم این افرادی که الان اسم بردن به شهادت رسیدن، افرادی بودن که مجاهد اسلام رضایی برای نماز آقای شهید کشاورز تو مسجد، شهید انیس نوری تو خونه سر سفره افطار، شهید ملکی، شهید احمدی تو جنگل، شهید مینا باقرپور باز تو عازم جنگل بود که برای فرزند چوپانش مثلا غذا ببره، تو راه به شهادت رسید. رهبران سازمان به خوبی دریافتند که در جمهوری اسلامی ایران جایگاهی نداشته و مردم هرگز آنها را نخواهند پذیرفت. همین امر باعث شد تا سازمان به دنبال انتقام از مردم ایران اسلامی باشد.